درود، من نیکانگ کوسر هستم در واشنگتن دی سی و برنامه دیگر از مجموعه آبانگان رو میبینید. این هفته وزیر نیرو بالاخره انتخاب شد و کاندیدایی که آقای روحانی به مجلس معرفی کرد رأی اعتماد آورد. رأی اعتماد بالای اون نشون دهنده این بود که فراکسیون‌های مختلف مجلس بر روی آقای اردکانیان به توافق رسیده بودند. نکته بسیار جالب توجه این هست که فرق زیادی میان آقای اردکانیان و آقای بیطرف وجود نداره. تنها فرق مهمش این است که آقای بیطرف شخصیت مهمتری در چارچوب گروه‌های اصلاح طلبان بود و آقای اردکانیان رد دو محسوب می‌شد. با این وجود بر اساس شواهد جلساتی برای تشویق نمایندگان و به عبارتی لابیگری برای رأی آوردن اردکانیان در دفتر سید محمد خاتمی هم برگزار شده. اما فراتر از اون ببینیم اردکانیان کی هست و قرار هست چه کاری انجام بده. رضا اردکانیان که مثل خیلی دیگه از مقام‌های اصلاح طلب یزدی هست، در ابتدای ورودش به قدرت، یعنی درست بعد از اینکه مدرک تحصیلی خودش از دانشگاه شریف گرفت، مشاور وزیر کشور شد و بعد هم رئیس دفتر محتشمی پور که زمانی وزیر کشور بود. فضای امنیتی دهه 60 و دوران وزارت کشور محتشمی پور رو به راحتی نمیتوان فراموش کرد. اردکانیان بعداً به وزارت نیرو رفت، مدتی معاون وزیر بود و بعداً هم قائم مقام وزیر شد. اردکانیان معاون و قائم مقام وزیر نیرو بود در زمانی که مهمترین اشتباهات سدسازی و انتقال آب در تاریخ ایران صورت گرفته و بر اساس گفته ای آقای روحانی از همون زمانی که هاشمی رفسنجانی در قدرت بود اردکانیان همراهی می کرد با دولت و بخشهای مختلف برای انتقال آب از بخشهای از زاگرس به ایران مرکزی، یعنی کرمان و یزد. یعنی و یزد هم عملا زمانی تشدید شد که سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و بیطرف وزیر نیرو بود. به عبارت یک مجموعه یزدی تلاش کردند که آبی که حق آبه کارون هست رو به یزد منتقل کنن. امروزه اگر میبینیم که کارون در روزهای از سال خشک هست، میبینیم که سد گتوند ساخته شده، میبینیم که دشتهای مختلف، تالابهای مختلف تبدیل به منابع ریزگرد شدند، بخشیش در دوران مدیریت آقای اردکانیان بوده. اما آقای اردکانیان در مجلس اشاره کرد که ما بایستی توجه بکنیم به اشتباهات گذشته و ببینیم تقصیر کی بوده. نکته مهم این هست که چه مجموعه‌ای خارج از دولت قرار هست بررسی بکنه که گناه نابودی منابع آب ایران گردن کی بوده؟ قرار هست شرکت آب و نیرو این کارو بکنه که عملا کارفرمای سد کرخه و سد گتوند بوده و یا کارونسه؟ یا قرار هست مهاب قدس این کارو بکنه که شرکت مشاوری بوده که مشاوره میداده به مجموعه وزارت نیرو در این ارتباط؟ یا قرار هست قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه که پیمانکار بزرگ بوده این کارو انجام بده؟ آیا قرار هست دانشگاهیان این کارو انجام بدن، دانشگاهیانی که خیلیاشون با مجموعه های ذکر شده همکاری فعالانه دارن؟ ما در ایران یک مجموعه کاملا مستقل رو نداریم که بخواد بررسی بکنه چه بلایی بر سر منابع آب اومده و اگر اون گروه های مستقل بیان بررسی های خودشون رو منتشر کنن، مطمئن باشید از طرف سپاه پاسداران و از طرف نیروهای امنیتی براشون مشکل های زیادی به وجود خواهد اومد. ببینیم آقای اردکانیان در جلسه دفاعیه خودش چه گفت. ما در این برنامه تقدیمی تدوین و ارائه گزارش ملی آب را مبتنی بر داده های قابل اعتماد، آسیب شناسی وضعیت فعلی، چشمانداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و حرکات اصلاحی ارائه خواهیم داد. سند جامع آب کشور را با مشارکت همه ذینفعان تدوین و به تصویب خواهیم رساند. طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و کاهش برداشت از این منابع به میزان 8 میلیارد متر مکعب را در دستور کار خواهیم داشت. استقرار نظام حسابداری ملی آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و افزایش سهم بخش غیر دولتی در اجرای طرح‌های تأمین
و توسعه تأسیسات فاضلاب جزء کارها و برنامه‌های پیشنهادی و تقدیمی این جانب است. سدهای در حال طراحی و ساخت بر مبنای داده‌های معتبر هیدرولوژیک، تغییرات اقلیمی، توجیه اقتصادی، ارزیابی آثار زیست محیطی و افزایش ظرفیت آب قابل تنظیم جدید مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. اولویت بندی خواهیم کرد که ساخت و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به ویژه در اراضی پایاب سدهای در دست بهره برداری به میزان 250,000 هکتار عملیاتی شود. تنوع بخشی به سامانه‌های تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی و بهره‌گیری از آب‌های غیر متعارف که شامل آب شیرین‌کن‌ها است در برنامه تقدیمی است. ولی قطعاً ما در اولویت به تدوین یک طرح جامع برای همه این برنامه‌ها خواهیم پرداخت. در یک طرح جامع امکانات، فرصت‌ها و احیاناً هزینه‌های مربوط به استفاده از آب‌های متعارف را ارائه خواهیم داد. بحث آب شیرین‌کن‌ها، بحث آب‌های ژرف و سایر منابعی که می‌تواند به عنوان یک منبع جدید برای ما مطرح شود مورد توجه قرار خواهند گرفت. در دوره مدیریت تقاضا اعتقاد من این نیست که ما با صرف انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر در نقطه دوم مسائل خود را حل کرده ایم و یا با صرف عدم انتقال آب از یک نقطه به نقطه دیگر در مبدأ مسائل خود را حل کرده ایم. ما مسائل متعددی داریم. ما بحث تلفات آب، این عنصر ذی قیمت در شبکه‌های مختلف آب شرب و آب کشاورزی را میبایست مورد توجه قرار دهیم. ما بحث کاهش آلاینده‌ها را به ویژه در ارتباط با منابع زیرزمینی میبایست مورد توجه قرار دهیم. در حال حاضر بر اساس گزارشات موجود ناشی از پساب‌های صنعتی، کودهای شیمیایی غیر استاندارد و فاضلاب در 10 سال گذشته حدود 11% از منابع آبی کشور به دلیل نیترات شدن از مدار خارج شده اند. پرداختن به این مسائل یک ضرورت است. ما باید آب موجود را درست و صحیح مصرف کنیم. با کم توجهی یا بی توجهی به نوع مصرف، به الگوی مصرف، نه انتقال آب چاره ماست و نه عدم انتقال. طبیعی است که این امر مستلزم بررسی و مطالعه دقیق و در عین حال سریع است. من در روزهای گذشته این توفیق را داشتم که به طور مستقیم و بی واسطه علاوه بر گزارشات موجود از طریق نمایندگان مردم در جریان دغدغه‌های مردم در عرصه مسائل آب و انرژی قرار بگیرم. دغدغه‌هایی که به طور طبیعی در کشور پهناور ما عرصه وسیع و متنوعی را در خود جای می‌دهد. مناطق مرزی ما می‌بایست جزء آبادترین نقاط این کشور باشد. اگر ما همه مسائل را در همه جا حل کنیم ولی وضعیت آب و منابع زیست محیطی و خاک در استان خوزستان ما این باشد که هست، ما هیچ توفیقی نداشته ایم.
حتما می بایست این مسائل هرچه سریع‌تر و البته دقیق‌تر به شکل جامع تصویر برداری شود. طبیعتاً همان گونه که امروز صبح در اظهارات ریاست محترم جمهوری ذکر شد، ما در مقطعی که می بایست سریع‌تر طرح‌های تأمین آب را به نتیجه می رساندیم مرتکب اشتباهاتی نیز شده ایم. قطعاً به این اشتباهات پرداخته خواهد شد، نه صرفاً برای درسگیری که طبیعتاً این نیز یک ضرورت است جهت پرهیز از اشتباه در آینده، بلکه به جهت رسیدگی‌های قانونی لازم و همچنین برخوردهای قانونی لازم با هر گونه قصور و تقصیری که در این صحنه صورت گرفته است. و من به طور خاص به پروژه سد گتوند اشاره می کنم که این موضوع به اتکای ظرفیت‌های کارشناسی ذی‌صلاح و مورد اعتماد در سطح کشور انشاءالله انجام خواهد گرفت. این هفته اتفاق جالب دیگری هم افتاد، اون هم وقتی بود که مسعود بربر با عیسی کلانتری گفتگو کرد. سوای این که ببینیم به قول معروف بادی لنگویج یا بازی زبان بدنی آقای عیسی کلانتری چگونه است در این گفتگو، فقط به جوابهای ایشون توجه کنید. عیسی کلانتری که هنوز حاضر نیست عذرخواهی بکنه بابت تصمیماتش در ارتباط با طرح توسعه نیشکر در خوزستان که باعث شده بخشهایی از این استان عملا نابود بشوند و به قول خیلی ها روزه سکوت گرفته در این قبال، در پاسخ به آقای بربر به نحوی صحبت میکنه که انگار اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. در نظر بگیرید خیلی از مواردی رو که آقای بربر از آقای عیسی کلانتری میپرسه مسائلی هستن که در سالهای قبل خبرنگاران جرأت پرسیدنش رو نداشتن و باید از این منظر به خبرگزاری مهر و آقای بربر تبریک گفت که وظیفه رسانه خودشون رو خوب انجام دادن. با وجود اینکه آقای کلانتری سعی میکنه در پایان گفتگو نشون بده که نگاهش به مطبوعات چگونه است، اما مطبوعات بایستی با آقای کلانتری بیاموزند و یاد بدهند که نقش ناظر رو بازی میکنند و قرار نیست هر چیزی که او میگوید رو تایید بکنند. آقای کلانتری میتونه بهترین معاون دنیا رو استخدام بکنه، یکی از بهترین استادان دانشگاه رو، اما آیا وقتی ساختار مدیریتی در جمهوری اسلامی بدون توجه به واقعیت هاست و پاسخگویی عملا شکل نگرفته در ساختار جمهوری اسلامی و از همه بدتر شفافیتی وجود نداره و هر کسی معترض میشه به ساختار ممکنه از کار خودش برکنار بشه و بعد متهم بشه به اینکه با توسعه پایدار همراه نیست، خب میدونیم وضعیت چه شکلی هست. البته بایستی از آقای کلانتری پرسید که منظورش از کسانی که توسعه پایدار رو درک نمی‌کنند چی هست. این گفتگو رو با هم ببینیم. مدیری که میگه سازمان من یه زمین 170 هکتاری در مرکز شهر تهران رو نمیتونه اداره بکنه، چطور میخواد 12% خاک کشور، 13 میلیون هکتار در دورافتاده ترین و در صعب العبور ترین نقاط کشور رو اداره بکنه؟ پارک پردیسان نیاز به حدود 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری هست، یعنی معادل یک سال بودجه کل محیط زیست کشور. خب میتونه یا نمیتونه؟ خب من میتونم جواب شما رو اینطور برداشت بکنم که یا ازش این تفسیر رو هم داشته باشم که خب در مورد مناطق حفاظت شده کل کشور هم بیایم به مثلا وزارت صنایع، سازمان منطقه آزاد، معدنکارا، پیمانکارای وزارت راه، پیمانکارای وزارت نیرو، اینا برون سپاری بکنیم. وقتی سازمان محیط زیست دو ماه جواب نده به پروژه‌ای، خود به خود دیگه از سازمان خارجه. و حتی در قانون برنامه پنجم کمیته سه نفره وقتی سازمان جواب نداد و پروژه ها دیگه مدعی نمیتونه باشه. ما باید سعی کنیم در دو ماه برنامه زمان بندی شده جواب بدیم. اون تو خب سازمان حالا شما میگه نمیتونه، یه اشکال قانونی هست چون بعضی پروژه ها تا
حداقل 6 ماه بررسی زمان نیاز داره، ولی خیلی هاشون میشه ظرف 2 ماه جواب داد. پروژه هایی در دست اجرا پروژه هایی هستن که از سالهای سال قبل شروع شدن و سازمان هیچ جوابی نداده، و چون جواب نداده کشور رو که نمیتونه معطل نگه بداره، و قانونا اونا خیلی هاشون میتونن طبق قانون اصلا عملیاتشون ادامه بدن. پیکره کارشناسی محیط زیست ضعیف بوده. همین الان مثلا در مورد آبهای ژرف ما باید اصلاح نظر کنیم. یک نفر کارشناس در سازمان محیط زیست وجود نداره که اصلاح نظر بکنه، چون سازمان محیط زیست مهمترین نقشش در آب گرفتن حقابه محیط زیست از وزارت نیرو. در راستای گرفتن حقابه محیط زیست از وزارت نیرو با توجه مثلا تونل سبز کوه و بهشت آباد و نمیدونم برداشت‌های غیر مجاز مختلفی که این ور اون ور داریم، چه اقداماتی رو انجام بدید و چیکار می‌خواید؟ گفتیم حقابه‌های زیست محیطیمون رو ما به صورت سیلاب می‌خوایم. سیلاب هم در زمان حداقل مصرف آب که خوشبختانه در زمستانه، اواخر زمستان صدام آب دارن. ایران در 4 دهه اخیر 96% حیات وحشش رو از دست داده. این باعث شده کارشناسان و متخصصان حیات وحش ما هم الان افسرده و دلگیر باشن. حالا ما اون 96% رو نمیدونم که واقعا وجود داره یا نه. 96% بزرگی از حیات وحشش و حداقل بی انگیزگی کارشناسان حیات وحش رو شما به عنوان رئیس سازمان مفلش دارید می‌بینید. تو چنین شرایطی اینکه رئیس سازمان هر جا میره این ور اون ور در مورد این صحبت بکنه که دیگه باید بپذیریم یوزم داره نابود میشه و اینا، این چه کمکی به حوزه محیط زیست ما میکنه؟ ببینین مثلا چرا باید شما چنین حرفی رو بزنید؟ این برنامه‌ای که برای یوز دارن، این برنامه فقط هم یوز نه، همه حیات وحش، این برنامه که جواب نداده، باید برنامه عوض شه. الان 16 سال این برنامه یوز داره پیاده میشه. یوز مشکل اصلی از بین رفتنش گرسنگیه. زیستگاه گرسنگی دیگه، حیوانی که اصلا معلوم نیست کجاست. شما باید یک ماه بود این تا یه دو یوز ببینن. 10 تا یوز میبردن در 10,000 هکتار جایگاه حفاظ کشیده شد کنترل شده که حالت وحشی هم داره. شما 10,000 هکتار تو میشه 100 کیلومتر مربع، و اونجا میتونستن یوزها رو تکثیر بکنن، غذاشون هم بدن و سپس باز کنن برن تو طبیعت. شما اخیرا اختیارات کاملی رو مدیران کل استان ها، اختیارات خوبی رو تفویض کردید. یه مدیر کل استانی چطور میتونه جلوی یک پروژه بزرگ 12,200 میلیارد تومانی که قراره مثلا آب زاگرس رو ببره به کویر و شرکت های معظمی پشتشن؟ ما اگر استراتژی برای محیط زیست داشته باشیم، همه اینا داخل اون استراتژی قابل حله. شما بدون استراتژی نمیتونین. استراتژی ما توسعه پایداره. شما با انتقال آبی که اولا در مبدأ ایجاد مشکل بکند، ثانیاً در مقصد حیاتی نباشد، مثلا برای کشاورزی و صنعت بره، قطعاً مخالفم. من برای ببینید برای تعادل بخشی من موافقم. تعادل بخشی محیط زیست منو میزنه به هم. من اگر کمک نکنم وزارت نیرو رو برای تعادل بخشی، منابع حفظ آب رو از بین میبرم. شما روزنامه نگارا خب جفسازم هستین دیگه، NGO نباید بازیچه قرار بگیره، همونطوری خبرنگار هم نباید بازیچه قرار بگیره. ببینید یک در دولتی هم من بازیچه ببین من یه وظیفه دولتی دارم، شما یه وظیفه خبرنگاری دارید، ولی همه ما برای این کشور داریم کار میکنیم. فکر میکنم اگر گزارش‌های خبرنگاران محیط زیست رو دنبال بکنید، میبینید که منافع ملی بیش از هر جایی در توسط اینا پیگیری میشه. یک مژده به دوستداران آبانگان بدم. قرار هست که در ماه‌های آینده به مناطق مختلف جنوب غرب آمریکا بریم و گزارش بگیریم از وضعیت آب در مناطقی که دچار خشکسالی هستند، و ببینیم کارشناسان و استادان دانشگاه، چه ایرانی و چه غیر ایرانی که در آمریکا مشغول هستند، چه یاد گرفتند و چه میتوانند در حقیقت منتقل بکنند به من نوعی و شما مخاطب، که بتونیم یاد بگیریم ایران بهتری رو داشته باشیم و ببریم جلو. اگر زمان این امکان فراهم شد، به جاهای دیگر دنیا هم کنیم.